سرکوب های مختلفی در افغانستان در حال انجام است. به گفته کارشناسان، طالبان با وجود آوردن شرایط خاصی باعث تعطیلی بسیاری از رسانه های این کشور شده و با ایجاد به اصطلاح سرکوب خبری مشغول اقدامات خشونتبار خود است. در این باره همکارم علی اکبری گزارش می دهد. داده های مشترک سازمان غیر دولتی گزارشگران بدون مرز و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان بیانگر این است که از زمان به قدرت رسیدن سنی های تندرو طالبان در افغانستان در نیمه ماه آگوست بیش از چهل درصد رسانه های افغانستان از کار اند. این تحقیقات که به تازگی منتشر شده نشان می دهد که از زمان بازگشت مجدد طالبان به قدرت در عواست ماه آگوست فعالیت 43 درصد از رسانه های مختلف متوقف شده است. تحقیق این دو سازمان رسانه ای نشان می دهد که 60 درصد خبرنگاران افغانستان نیز بیکار شدهاند. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که از 543 رسانه که احتمالا تا نیمه ماه آگوست شمارش شدند در اواخر ماه نوامبر فقط 312 رسانه فعالیت داشتند. به این ترتیب 43 درصد رسانه های این کشور از کار باز ماندند. این بررسی نشان می دهد که به خصوص زنانی که در رسانه ها کار می کردن از این وضعیت متاثر شده و 84 درصد آنها کار خود را از دست دادند. این سازمان توضیح داده است که چهار ماه پیش در اکثر ولایت های افغانستان هنوز هم دست کم ده رسانه خصوصی فعالیت داشتند. اما حالا در بعضی از مناطق عملا هیچ رسانه محلی وجود ندارد. این سازمان گفته است در مناطقی از کابل پایتخت افغانستان جایی که تعداد رسانه ها پیش از بازگشت سنی های تند روی طالبان به قدرت بسیار زیاد بود 51 درصد رسانه ها بسته شدهاند. بر اساس این گزارش از 148 رسانه فعال در کابل پیش از اواسط ماه آگوست در اواخر ماه نوامبر تنها 72 فعالیت داشتند. بر اساس این گزارش از 148 رسانه فعال در کابل پیش از اواسط ماه آگوست در اواخر ماه نوامبر تنها 72 درصد فعالیت داشتند به همین گونه از 10790 کارمند رسانه‌ای در نیمه اول ماه آگوست تا زمان انجام این تحقیق تنها 4360 نفر شامل 3950 مرد و 410 زن در کارهای رسانه‌ای فعالیت داشتند. همچنین در این گزارش آمده در 15 ولایت از مجموع 34 ولایت افغانستان دیگر هیچ خبرنگار زنی فعالیت ندارد. بنابر این گزارش در بعضی از مناطق مسئولین محلی طالبان به هیچ خبرنگاری اجازه فعالیت نمیدهند گزارشگران بدون مرز گفته است که با قوانین یازده مادهای طالبان گزارش دهی مستقل دیگر امکان پذیر نیست و در برخی ولایت ها خبرنگاران باید موضوعات پیشنهادی خود را ابتدا با مسئولان محلی طالبان مطرح نموده و از آنها مجوز بگیرند افغانستان همچنان در آتش جهل و افراطیگری سنی های تند رو میسوزد و قدرتمندان مختلف در جهان تنها بر سر منابع سرشار این کشور با یکدیگر گفتگو می کنند